عرض سلام به نام خداوند جان و خرد. منم به نوبه خودم خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیزی که همچون برنامه خوبی رو به وجود آوردن. من با دوستان بسیار عزیزی آشنا شدم و تجدید دیداری با دوست عزیزم آقای دشتی بود که خیلی خوشحالم و بسیار بهره گرفتم و من فکر میکنم که یه رکن خیلی مهم جلسه های از این دست آشنا شدن با کسایی هست که دارن درباره فرهنگ ایران به این خوبی کار میکنن و من مطمئنم که نتیجه این کارها در سراسر ایران گسترده خواهد شد. از این جهت من فکر میکنم که با یه پرسش خیلی جدی شروع کنیم و اون اینه که چقدر به شاهنامه نیاز داریم در این زمان، در اکنون. پرسش جدی اینجاست که آیا نیازی وجود داره؟ آیا نیازی باید ایجاد کرد در زمینه شاهنامه؟ اهمیت شاهنامه در چیه؟ و این پرسشیه که از نسل جوان ما از خودشون میپرسن. من در واقع فکر میکنم که با یه داستان خیلی جالبی از جوزف کمپل آغاز کنم. او بر اساس اساطیر هند یه داستانی رو تعریف میکنه از یه شیری که یه زمانی به گله بزا حمله میکنه، شیر بارداره، بچهش به دنیا میاد موقع حمله و خودش از دنیا میره و بچه شیر با بزا بزرگ میشه. بچه شیر بزرگ شده و یه روز عموی این شیر حمله میکنه به گله، همه فرار میکنن و میبینه یه شیری روبروش وایساده و تقریبا همه جور شبیه خودشه، اما عادات عجیبی داره، علف میخوره، صداهای غرش شیر رو نمیتونه از خودش در بیاره، یه تک گوشت میندازه جلوش بلکه آزمونش کنه ببینه که اصلا میتونه گوشت بخوره و این شیر حالش داره به هم میخوره. عموه دست شیر رو میگیره، میبره لب چشمه و بهش میگه قیافت رو نگاه کن ببین کی هستی. و شیر اولین باریه که یال و کوپال و اون ابهتش رو میبینه، یه کم دیگه از گوشته میخوره، اولین باریه که مزه خون و گوشت اومده زیر زبونش، یه کششی به بدنش میده، یه غرشی میکنه که همه یه حیوانای جنگل میفهمن که شیره. اون چیزی که از همه مهمتره اینه که خودش اولین باریه که فهمیده شیره. اونجا جوزف کمپل میگه اسطوره ها دست ما رو میگیرن، میارن لب چشمه و بهمون نشون میدن کی هستیم، چیزی که فراموش کردیم. معلوم ماجرا چیه؟ اون چیزی که نیازش در این دوران آشوب احساس میشه هویت منه. پرسشی که آدم ازش فرار میکنن، پرسشی که آدم ها فراموشش کردن، چگونه میتونن به این منشون دست پیدا کنن؟ چگونه میشه این پرسش رو یه نوع دیگه ای براشون ایجاد کرد؟ آیا این پرسش دردناک خواهد بود؟ به طور قطع آره. منتها آیا میشه پاسخی برای این پرسش پیدا کرد؟ اسطوره ها قدم اولی هستن که به قول یونگ تو عمیق ترین لایه های درونشون رو، درون خودتو میتونی با توجه به اسطوره ها ببینی، یاد بگیری، بیاموزی. فروید باورش اینه که من عمیق‌ترین لایه های ناخودآگاهمون رو توی رؤیاها میبینیم، اون بخشی که بهش دسترسی نداریم. و یونگ فکر میکنه که این خیلی گسترده تره. ما خاطرات عمیق‌ترین لایه های ناخودآگاه ما رو خاطرات دور دست اجدادی تشکیل میدن که در واقع یه تجربه مشترک دارن و این اون چیزیه که ما رو اکنون به همدیگه پیوند میده. باور اون اینه که اسطوره ها رؤیاهای ملت ها هستن و با شناختشون، همون جوری که تحلیل خوابها میتونه منو به من معرفی کنه، تحلیل اسطوره ها میتونه عمیق‌ترین لایه های منو به من معرفی کنه. فردوسی اهمیتش کجاست؟ شاهنامه فردوسی اهمیتش اینجاست که فقط این نیست که زبان فارسی رو حفظ کرده، فقط این نیست که درخشان ترین اثر حماسی جهان رو به وجود آورده. اهمیت فردوسی برای ایرانی ها اینه که عمیق ترین لایه های وجودشون رو بهشون نشون میدن. بنابراین در دوران آشوب اگر کسی بتونه شخصیت هایی رو به ما معرفی کنه که
که ریشه‌شون از نهاد من بلند بشه، او به طور قطع میتونه چراغی رو روشن کنه که همه دورش جمع بشن، همه خیشتن رو توش نظاره کنن، با مهر و پیمان به همدیگه نزدیک بشن و تنها راهی که ایران زنده بمونه تو این آشوب اطرافی که داریم میبینیم اینه که باز یه بار دیگه به شاهنامه نظاره بشه. شاهنامه در زمانه خودش در آشوبناکترین دوره ایران این کارو کرد. قبل از شاهنامه ایرانیا به نوبه خودشون با حفظ اسطوره هاشون، شاید براتون جالب باشه که ایرانیا اساطیرشون رو در دوره‌ای که زبان عربی ایران رو گرفته بود به عربی ترجمه کردن، برای اینکه باورشون این بود که اگر اسطوره هاشون زنده بمونه، حتی اگر زبان رخت ببنده باز تولید خواهد شد، و اسطوره ها رو حفظ کردن. فردوسی شاهکارش این بود که اسطوره ها رو با یه زبان درخشان، با یه احساس درخشانی زنده کرد که پایدار مونده و ما الان بعد از هزاران سال داریم باز انگار با دعوت اون دوره هم جمع میشیم و احساس میکنیم که با اون میتونیم دست به دست هم بدیم، پیمان ببندیم، مهر ببرزیم، و این کاریه که یه پهلوان شاهنامه انجام میده. یه پهلوان شاهنامه وقتی وارد عرصه شاهنامه میشه، هستی تغییر میکنه، هستی متفاوت میشه با قبل از اون. آیا شاهنامه به ما کمک میکنه که اینقدر توانا بشیم که لایه‌هایی از خودمون رو کشف کنیم، اینقدر توانمند بشیم که بتونیم هستی رو دگرگون کنیم؟ به گمانم اینه که واقعا این که باور درسته. شاهنامه پر از معانی هست که افتخارآمیزه و من خوشحالم که تا ابد میتونم به فردوسی برای همچین گنجی افتخار کنم و افتخار میکنم که زبانم فارسیه و میتونم مستقیم این حماسه درخشان و مستقیم بی واسطه با این زبان درخشان درکش کنم، لمسش کنم. به گمانم اینه که فردوسی در زمانه خودش این کارو کرد. انسان کاملی رو تعریف کرد که آدمایی که دغدغه هویت داشتن، دغدغه من داشتن، وقتی نگاش میکردن اینقدر قوی بود که میتونستن به هم وصل بشن. به قول مولانا میگه تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من جایت، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. و او یه همچین چراغی روشن کرد و میبینیم که سالها گردش جمع میشیم و زیر نورش میتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم. در هر زمانی شاعران بزرگ ما، مهم نیست زمان حمله ترکان بوده یا زمان حمله مغولا، بر شاهنامه تکیه کردن و انسان کاملشون رو بازسازی کردن. مولانا رو یادمون هست که میگه شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. و خیلی جالبه که یه بار دیگه حضرت علی رو با یه ابر پهلوان دیگه شاهنامه همراه میکنه، اسفندیار، به سفندرهای تنها که سپندیار وقتی در خیبر است بشکن که علی مرتضایی. ما امروز هیچ راهی نداریم. میدونین دوران آشوب یه فرصت بزرگه، آدم ها منشون گم میشه، خیلی آدم یاد اسطوره جمشید میفته، انگار اهریمن اومده و پیمان رو دزدیده و رفته به عالم تاریکی و یه شاه با فرهی مثل جمشید لازمه که بره به جهان تاریک. 13 سال در پی پیمان هویت انسان ها دزدیده شده، نور خرد دزدیده شده و آدم ها خودشون رو گم کردن. جمشید وقتی برمیگرده در دستانش پیمان است، همون جام جم. جالبه که بعدن هر آدمی میاد میشینه رو این جام جم، مثل سنایی، مثل حافظ، میگه به یقین دان که جام جم دل توست. حافظ مستقیم میگه این جام جم مهر عشق و اینه که ما رو توانا میکنه، توانایی مهر ورزیدن، توانایی دوست داشتن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. میبینیم که من عین یه بیگانه است در مقابل دلی که واقعیت منه و در درون خودش جام جمه، و این جام جمه ما میدونیم آن چیزی که در دل هست عشق، جام جم مهره، و آنچه که
آنچه که من فکر میکنم اینه که در این دوران بدونیم پرسش جدی من اینه، آیا فرزندان ما، آیا دو نسل دیگه کماکان به زبان فارسی صحبت میکنن؟ آیا میفهمن وقتی از روی شاهنامه میخونن؟ آیا میتونن داستانهاشو درک کنن؟ و این پرسش جدیه در این زمانه ای که ارتباط ها اینقدر مخوف شده که نمیشه کنترلش کرد، آیا انتخاب فرزندان ما این خواهد بود که شاهنامه بخونن؟ در یه صورت این امکان رخ میده، در یه شکلی رخ میده، و اون اینه که ما در این زمان بتونیم باز تعریف درست کنیم. امیدی که پروژه خداوند رخش داشت این بود که بتونه به یه گونه درستی با زبان جوانان امروز، با زبان مردم امروز بنشینه روی مفاهیم عمیق شاهنامه که در واقع خودش پر از این معانیه و باز تعریفش کنه. خیلی جاها نیازی به باز تعریف جدی نداره، اینقدر که به عمیق‌ترین لایه‌های انسان بی زمان خود فردوسی اشاره میکنه. ما سعیمون این بود که در پروژه خداوند رخش که یه نوع بازخوانی شاهنامه هست، به یه گونه بتونیم با زبان جدید شاهنامه رو تفسیر کنیم، تأویل کنیم. ایرانی ها اکنون در واقع دو راه براشون هست، یا اینکه با اون مفاهیم عمیق شاهنامه که به گمان من مهر مفهوم مرکزیشه و پیمان مفهوم مرکزیشه به هم وصل بشن، دوستانه اختلافاشون رو کنار بذارن و پیوند برادری بدن سر راستی، سر مهر و بمونن برای همیشه، یا تمدن ایران برای همیشه از بین میره. اونی که میتونه این پیوند رو برقرار کنه درست مفهومیه که از شاهنامه آغاز میشه. مهر مفهوم جدی است که ستون شاهنامه رو تشکیل میده. من فقط از داستان زال و رودابه شروع کنم که به گمان من عمیق ترین لایه های مهر شاهنامه رو نشون میده، عمیق ترین عشق شاهنامه اینجا ظاهر میشه. شاید براتون جالب باشه که کلمه عشق در شاهنامه 4 یا 5 بار بیشتر تکرار نمیشه، 2 بار این در داستان زال و رودابه است. چرا؟ بقیه مهرهای شاهنامه به عنوان عشق ازش یاد نمیشه. چرا اینقدر داستان زال و رودابه مهمه؟ برای اینکه فرزند حماسه میخواد ازش زاده بشه، رستم، و رستم باید فرزند عشق باشه، فرزند مهر باشه. زال وقتی عاشق رودابه میشه میگه دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد، عشق فرزانه گشت. رودابه میگه که من عاشق هستم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. عشق در این دو تن ورای همه چیز قرار میگیره، ورای تضادها، تمام غیر ممکنها. یک آن با عشق تمام تضادها میان نسل جم و نسل ضحاک از بین میره، بین اژدها و سیمرغ، بین مار و سیمرغ، در واقع سیمرغ که زال در واقع پروردش هست و مار که نسل رودابه بهش میرسه، تمامی تضادها از بین میره. تضادهای دینی، تضادهای اخلاقی، تضادهای سرزمینی، و این دو با هم پیوند پیدا میکنن و یه اژدها از ترکیب این مار و عقاب ایجاد میشه. اژدهایی که تصویرش روی درفش رستم میمونه، اژدهایی که مظهر انسان کامله، اژدهایی که انگار تمامیت خداگاه و ناخداگاه در خودش داره. رستم فرزند این دو نفر، فرزند عشقه. از همون اول که پدید میاد همه دوستش دارن، با مهر پرورش پیدا میکنه. سام وقتی پیکره رستم رو تو میدون جلوش میگردونن میگه ابر سام یل موی بر پای خواست، مرا ماند این پرنیان گفت راست. اگر نیم از این پیکر آید تنش، سرش ابر ساید زمین دامنش. پس آنگه فرستاده را پیش خواند، درم ریخت تا بر سرش گشت راست. و این آدم، و اینجا وارد در واقع بخش‌های دشوار عشق میشیم. سرزمین ما، سرزمین حماسی ما که با مهر مرکز مفهومیش هست، همینجوری پیچیده تر میشه، برای اینکه مهر راه ساده ای نداره، برای اینکه عشق راه پرپیچ و خمی داره. به قول مولانا، عشق کار نازکان نرم نیست،
عشق کار پهلوان است ای پسر، و پهلوانان ما دوچار این پیچیدگی میشن. از همشون مهمتر رستم. من سعی میکنم که خیلی خلاصه کنم، فقط اینجا لازمه چون پروژه سی رو در واقع نماهنگش رو دیدیم به یه گونه ای، آنچه که میخوام بگم این بود که آنچه که من حالا به عنوان نمایش پرداز و دوستان عزیزم که کارهای اصلی رو انجام دادن، اصغر دشتی عزیز اینجا هست که کارگردانی این پروژه خیلی عمیق و به عهده گرفت، جای نغمه خالیه، و سهراب و همایون عزیز که کارهای جدی انجام دادن. اون زمان ما وقتی داشتیم فکر میکردیم که چه کار کنیم، داشتیم فکر میکردیم که کدوم بخش از داستانهای شاهنامه رو بیان به عنوان یه تئاتری که بتونه مردم رو بگیره و بتونه تأثیرگذار باشه کدوم قسمت رو به عهده بگیریم. فرض من این بود که یه ستون مهری داره شاهنامه که بهتر از اون استفاده کنیم، از عشق زال و رودابه شروع کنیم، بعد بیایم و اونجایی که عشق مقابل خانواده قرار میگیره، عشق میهن مقابل عشق خانواده قرار میگیره، بعد بیایم اونجایی که عشق در یک گردابی از بندگی و آزادی روبرو میشه، و تو که عشق بنده میشی یا آزاد میشی، بیایم درباره این صحبت کنیم. و سه تا داستان ستونی شاهنامه رو اینجا گفتیم به هم دیگه میتونیم پیوند بدیم که با در واقع ابداع نغمه صمیمی عزیز در واقع یه نمایشنامه خیلی جدی پرداخته شد که اینا رو به همدیگه ربط میداد. رستم وقتی که زال داره میفرستتش به هفت خان، عشق داره میریزه، خون میریزه، بچهش رو ممکنه از دست بده، ولی مجال عاطفی شدن حتی نیست، چون ایران داره از بین میره. و رستم پرورده شده برای اینکه ایران رو حفظ کنه، به او آموخته شده که اگه ایران درست نباشه، اگر ایران سلامت نباشه، اگر ستونهاش استوار نباشه، شادی کلی بین خانواده هم نخواهد بود. بنابراین میره و فرزندشو میفرسته، هفت خان رو طی میکنه، و رستم در هر قدم به خودش نزدیکتر میشه. انگار وقتی که داره در جهت اعتلاء میهن پیش میره، به خودش میرسه. و میدونین اون مظهر تمامیتی که نهایتاً رستم میشه بعد از شکست دیو سپید، میبینیم به سمت پدرش برمیگرده. و زال که اینقدر شخصیت مهمیه، و توی شاهنامه انگار جنگ هفت خان یه تقابلی بین این دو سپید موه، دیو سپید و زال، و وقتی پدر و پسرها با هم پیمان میبندن، انگار خرد زال با گامهای رستم همراه میشه و این دو با هم دارن هفت خان رو طی میکنن، و انگار این یه مبارزه ازلیه که تا ابد ادامه داره. هر دوشون پیرن، زال و دیو سپید، موهای سپید دارن، و قوی ترین نیروهاشون رو برای مبارزه میفرستن آنجا که پدران و پسران پیمان میبندن، متحد میشن با هم برای حفظ ایران. ایران برای ابد زنده باقی میمونه. رستم در مبارزه با سهراب، در مبارزه با فرزندش، یه راه خیلی عجیب و غریب تری مقابل داره. تقریبا تمام کسایی که داستان رستم و سهراب رو خوندن میدونن که رستم از اول تردید داشت که این بچه‌شه. وقتی گیو میاد میگه یه سواری مثل سام سوار اومده، میگه من از دختر شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد اون کودکی. باورش اینه که من یه بچه‌ای دارم، ولی سه روز چهار روز صبر میکنه، احتمالاً از خیمه‌ای که در شکاف توران بچه‌شو میبینه شاید شناخته باشه، یه احساس عجیب و غریبی میکنه. چی میشه که این همه مهر سهراب و پاسخ نمیده؟ یک چیز، و اون اینه که سهراب با لشکر توران به ایران حمله کرده، و این عادی نیست برای هیچ پسری که دنبال پدرش میگرده. و اتفاقا تفاوتی که اینقدر باشکوه میکنه، میدونیم متیو آرنولد که مبارزه های پدر و پسر رو توی کتاب جمع کرده، و پاتر اسم کتابشون رو سهراب و رستم میذاره، برای اینکه باورش اینه که درخشان ترین داستان مبارزه پدر و پسر داستان رستمه. چی اینو پیچیده میکنه؟ اینه که رستمی که یه گونه مشکل داره با
آنچه که در کشور خودش داره حکمرانی میکنه، یعنی کیکاووس، برای حفظ ایران مقابل فرزندش که با لشکر دشمن اومده میسه. او اجازه نمیده مهر فرزندی به خداگاهش بیاد، خنجر که فرود میاد و خیالش راحت میشه که میهن حفظ شده، اون وقت تازه میتونه حرفای این بچه رو بشنوه. مهرش بی حده و خنجری در دست میگیره که سر خودش رو پس بباره، ولی خیالش راحته که ایران زنده مونده. تقابله. تقابله. مهر میهن در مقابل مهر فرزند این داستان رو خیلی پیچیده میکنه. اما رستم انگار توی گام‌هایی که طی می‌کنه به یه جای دیگه هم میرسه که اونم خیلی مهمه. ببین، درست وقتی که یه فرزند ازش گرفته میشه، حماسه بهش یه فرزند میبخشه، اون سیاوشه. انگار یه تولد تازه‌ای پیدا می‌کنه، انگار میهن آغوشش رو به روی او باز می‌کنه و تولد تازه رستم در واقع لیاقت پرورش سیاوش رو بهش میده. رستم الان آدمیه که میتونه تربیت کنه، میتونه پرورش بده و پاکترین پهلوان شاهنامه رو پرورش میده. باهاش میجنگه، در سوگش دنیا رو به هم میزنه، در سوگ سیاوش، و در نهایت اسفندیار رو عاشقانه دوست داره برای اینکه شبیه سیاوشه، و در نهایت که چاخ شغات بر شغات برادرش که افتاده داره به سیاوش باز فکر میکنه. آخرین اتفاقی که میفته، بذارین دیگه من از اینجا رد شم و آخرین اتفاق رو درباره اسفندیار بگم. یادتون رو گفتم 4 بار نام عشق میاد، 2 بار دیگهش در داستان رستم و اسفندیاره. همه عشقها درباره خاندان رستمه. فردوسی با یه مقدمه خیلی پیش درآمد خیلی برجسته آغاز میکنه، درباره فصل بهاری سخن میگه که شبیه این بهاری که ما الان داریم پر از آبادیه. فردوسی تمام هستیشو داده و الان ناتوانه، 2 چشم و 2 پاش آهو گرفته و تهی دستی و سال نیرو گرفته براش، و فردوسی میگه من دیگه چیزی ندارم. خوش به حال کسایی که دارن و میبخشن و به فکر دیگرانن. کسی نیست که به حال این پیری که برای فرهنگ زندگیشو گذاشته قدمی بذاره. ولی داستان رستم و اسفندیار رو با این پرسش شروع میکنه که بارون داره میاد و من نمیدونم که ابر عاشق یا گل، ندانم که عاشق گل آمد گر ابر. و این پرسش عجیبیه. چرا اول داستان رستم و اسفندیار باید این سوال مطرح بشه؟ و بالاخره به این نتیجه میرسه که ابر عاشقه. بدرد همی باد پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش، به عشق هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. زمین گواهی میده که هوا عاشقه، گل گواهی میده که ابر عاشقه، و بلافاصله میگه نگه کن سحرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی، همین نالد از مرگ اسفندیار. و ما میدونیم که بلبل به سوگ گله که گریه میکنه، نکنه که گل اسفندیاره. و اگر گل اسفندیاره، شاید رستم ابریه که عاشقه. و بیت بعدی فردوسی تکون دهنده است. چو آواز رستم شب تیر ابر، بدرد دل و گوش قران هزبر. یه هایی میبینی آره، آواز رستم شبیه ابره. رستم عاشقه و تمام طول داستان این عشق رو نشون میده، از آغازی که میبینه و در آغوش میکشه اسفندیار رو و میگه سیاووش را زنده گر دیدمی، بدین تازه رویی نگردیدمی. خنک شاخش کوچون تو دارد پسر، به بالا و فرت بنازد پدر. و بعد میگه شبان سیاه بر تو نوروز باد، دعوتش میکنه. و حتی وقتی اسفندیار نمیپذیره و بهش میگه باید دست به بند بدی و بریم، میگه ببین من نمیتونم دست به بند بدم، من آزادگیم برام مهمه، من آزادی برام مهمه. و اینجا پیچیده تر شده داستان. 2 ابرپهلوان مقابل هم ایستادن، عشق در برابر آزادی. آیا پهلوانی که آزاد نیست میتونه عشق بورزه؟ و معلومه چقدر پیچیده است، قابل مقایسه با ایلیاد نیست، قابل مقایسه با هیچ
اثر حماسی دیگه این نیست. و جالبه که وقتی صحبت جنگ میشه میگه زباره به آغوش برگیرمت خرامان به نزدیک زالارمت، نمیخواد بکشه، ترجیح میده حتی کشته بشه تو این جنگ. سیمرغ راز مرگ اسفندیار وقتی میگه، رستم التماس میکنه به اسفندیار که بیا نجنگیم، تمام غرورش رو زیر پا میذاره، میگه برابر باهات میام ولی نزار، عشق برای من مهمه ولی آزادیم اولیت برام، نزار آزادیم از بین بره، چون اگه آزادی یه پهلوان ازش بگیری حیثیت پهلوانی از بین میره. و اسفندیار قبول نمیکنه و رستم و زال هر دو خوب میدونن آنچه که سیمرغ گفته درسته. کسی که اسفندیار رو میکشه در دو دنیا روی نیکبختی نمیبینه، ولی برای پهلوان حماسه ما آزادی از نیکبختی در هر دو دنیا بالاتره. چون این عشقی به آزادگی، به حیثیت پهلوانی شاهنامه رو به پایان میرسونه. رستم دیری نمیپایه وقتی شاهی مثل اسفندیار کشته بشه، وقتی پهلوانی مثل رستم بمیره، حماسه تمام میشه و بخش حماسی شاهنامه پایان میپذیره. اما یه امیدی زنده باقی میمونه که رستم با مرگ خودش مرام پهلوانی، حیثیت آزادگی و پیمان مهر رو استوار میکنه. و من امیدوارم که با این در واقع به آنچه که زنده شده و باقی مونده، حماسه نوعی توسط تمام جوانانی که اکنون ایران رو دارن نگه میدارن ساخته بشه، که گفتت برو دست رستم ببند، نبندت مرا دست چرخ بلند، که گر چرخ گوید مرا که نیوش، به گرس گرانش بمالم دو گوش. ممنون.